همه ما و شما اگر اسلامی داریم از برکت فکر رسول الله صلی الله علیه و آله درباره امتش بوده، هیچ چیزی دیگر نیست. حالا اگر من و تو هم فکر بکنیم برای نسل آینده همون خواهیم شد. کافی نیست که خودت بیای به مسجد، باید فکر بکنید که مسجد رو آباد بکنید. کافی نیست که خودت به مدرسه برید، باید فکر بکنید که همه رو مدرسه‌ای بکنید. کافی نیست که خودت آبرو حفظ شه، باید آبرو و ناموس مسلمان هم برای تو مهم باشه. به فکر حفظ آبروی مسلمان و ناموس مسلمان باشی. یک مسلمان وقتی شراب میخورد آبروی خودش تنها نمیرود، آبروی 1,200,000,000 مسلمان میبرد و شخصیت رسول الله زیر سوال میبرد. میگن این مسلمان ها این طرفدار محمد و مانع مسلمان شدن خیلی ها میشود. میگن این مسلمانیست، اینها پیروان محمدن، ما نمیخوایم مسلمان بشویم. چرا فکر نمی کنی؟ کافی نیست روز 5 بار بیای اینجا خم راست بشید، چون بابا خم راست می شد، چون ماما خم راست می شد. برای این خم راست شدن باید اول فکر ما خم بشه، در مقابل عظمت خدا تعظیم بکنه، بعد دل ما در مقابل عظمت خدا سجده بکنه، بعد کمر ما خم بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فقط غم انسانیت داشت. هر کسی فکر کرد غم تو دلش میاد. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید سن اعتیاد 10 سال باشه؟ شنیدید شما؟ 30 سال پیش سن اعتیاد 50 سال بود، حالا 10 ساله. یعنی 10 ساله مواد مصرف میکنه. آیا فکر کردید؟ چرا؟ فکر نکردیم. اگر یه موتوری تو خیابون دیدیم لگدش میزنیم. برو که آبروی مسلمان بردید، آبروی خانواده هم بردید. اگر همه ما فکر میکردیم اون اینطوری نشد که آبروی ما ببره. چون جامعه فکر نکرده اینها پیدا شدن، جامعه هدایت نکرده اینها پیدا شدن، جامعه به فکر سرمایه هاش نبوده، سرمایه ها از دست رفته. یک روزی چرچیل وزیر دفاع انگلیس تأخیر کرد، کفشش واکس میزد. 5 دقیقه طول کشید که کفشش واکس بزنه. توبیخش کردن. آیا چرچیل مغز متفکر سیاسی نظامی انگلیس پیر استعمار باید کفشش واکس بزنه؟ شما 5 دقیقه خیانت کردید به سرمایه های انگلیس. چه کار کردم؟ کفشم واکس زدم. گفت نه، باید این 5 دقیقه کسی دیگه کفش تو واکس میزد، تو فکر میکردید برای توسعه مستعمره های انگلیس. تو باید فکر میکردید. خدا عقل داده که فکر بکنیم و میدان فکر رو مشخص کرده. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. باید فکر بکنیم، برای همه فکر بکنیم. برای خودت تنها فکر نکن که حسودی و بخیلی. هر کسی برای خودش فکر میکنه، اگر عالم مسلمین هم باشه، رهبر مسلمین هم باشه، برای خودش فکر بکنه، این هم حسود هم بخیله. و خدا دل داده که دوست داریم و دوست داشتن ایمان و کفر است. خود دوست داشتن ایمان و کفر است.
پس وظیفه دل دوست داشتن است و وظیفه دل مسلمان و دل هر انسان پاک بی آلایش دوست داشتن برای خود و منافع خود و برای منافع هم نوع خود هست. ایمان چقدر به کمال میرساند انسان و حب و بغض به کمال میرساند.